یوتیوب، هی حالتون چطوره؟ اسم من یاسینه و اینجا چنل وی اسلنده. دمتون خیلی گرم که ویدیو ما رو واسه دیدن باز کردین. پس بریم که بقیه‌اشو داشته باشیم. خب گایز، لطفا سابسکرایب و لایک و کامنتیاتون نره که باعث دلگرمی ما میشه. ویدیو امروزمون راجع به دو تا از رپرهای نسل دوم هست که جز بهترینان و بدون حاشیه دارن به کارشون ادامه میدن. این دو نفر کسایی نیستن جز صادق و امیر خلوت. خب اول با صادق شروع میکنیم. اسم اصلیش صادق واحدی هست. 32 ساله است و توی کرج به دنیا آمده. جالبه بدونید مادرش پزشکه و پدرش مهندس مخابراته. سال 82 وقتی 13 ساله بود به خاطر موقعیت شغلی پدرش از ایران به ارمنستان رفتن و از همونجا به ادامه تحصیل پرداخت. اولش شروع به نوشتن رپ کرد تا اینکه با حسین آشنا شد و گروه کاغذ رکورد رو تأسیس کردن. صادق تا به حال چندین بار به دلیل حمل ماریجوانا دستگیر و زندانی شده. اما برسیم به امیر خلوت. اسم اصلیش امیر حسین ترکمانه. 30 ساله است و توی غرب تهران به دنیا آمده. فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت بازرگانیه و تا حالا راجب خانواده‌اش مصاحبه مشخصی نداشته و اطلاعات زیادی راجب خانواده‌اش در دست وجود نداره. از همون بچگی علاقه زیادی به رپ داشت، به همین دلیل اولش تعدادی ترک منتشر کرد و بعد از اون سراغ بتل‌های رپی رفت و از همونجا به فعالیتش ادامه داد. صادق دیماه 89 وقتی که 20 ساله بود اولین آهنگ رسمی خودش رو با همراهی حسین منتشر کرد. این ترک اسمش جفت کفش بود و از همون اول با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. اواخر 89 با همکاری صادق و حسین و علی مجیدی به عنوان آهنگساز کاغذ رکوردز تأسیس شد. امیر خلوت با ورود به گروه اتم به 10 با رضا هوتی و شارلاتان شروع به همکاری کرد که منجر به تولید چندین ترک قوی هم شد. امیر خلوت 9 ماه با گروه تم بده همکاری کرد ولی پس از 9 ماه از این گروه جدا شد. امیر خلوت راجع به این موضوع میگه که مشکلی وجود نداشت و من فقط میخواستم که تنهایی کار کنم. بعد از ماجرای دستگیری و اختلافات پیش اومده بین حسین و صادق، گروه کاغذ رکورد منحل شد و هر کدوم به صورت مستقل به فعالیت خودشون ادامه دادن. صادق توی آهنگاش هیچ قالبی نداره و از آهنگی به آهنگ دیگه بسیار متفاوت ظاهر میشه. صادق واحدی هنوز به صورت رسمی ازدواج نکرده ولی به گفته خودش توی رابطه عاشقانه قرار داره. امیر خلوت معتقده که رپ هنر بیانه و از اینکه برخی از خوانندگان رپ به چشم یک بیزینس به این کار نگاه میکنن ناراحته و تا به حالم چندین دیست در این رابطه به رپرهای بزرگی مثل حسین و پیشرو هیچکس داده. اما تو سالهای اخیر خودش با پویان مختاری که مدیر یکی از سایتهای شرط بندی هست فیت داده و با این کار به نوعی خودش هم زیر سوال برد. در کل میشه گفت که گذشته از حواشی و نظراتشون راجع به رپ، هر دو این عزیزان جز بااستعدادترین و هنرمندترین خواننده های رپ هستن و آثاری که از خودشون منتشر کردن مسلما جز بهترین آثار رپ فارسی هست. خب گایز، ویدیو اینجا تمام، بعد ازتون خدافظی کنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره و اون زنگوله بغلش هم بزنید که به محض انتشار ویدیو جدید از دستش نرید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.